با کتابخانه دیجیتالی درخت دانش خوش آمدید. این کتابخانه بر علاوه تهیه مواد آموزشی برای معلمین، مربیان، مدیران مکاتب، معلمین و کارمندان سواد آموزی و سایر کسانی که در بخش معارف در افغانستان کار می کنند، مجموعه بزرگ و غنی از منابع آموزشی باز را برای تمام کسانی که با ذهنهای پویا، مشتاق آموزش و آموزاندن هستند و نیز برای شیفتگان علم و معرفت و همه کسانی که مشتاق آموختن چیزهای جدیدند تهیه و ارائه می کند. در این کتابخانه شما منابع گوناگون باز آموزشی برای استفاده در مکاتب افغانستان را می توانید به دست بیاورید. این منابع شامل پلان‌های درسی، ابزار آموزشی، تمرین‌ها، کتاب‌های درسی، سایر کتاب‌ها و دیگر انواع مختلف مواد آموزشی می باشد. این منابع توسط کاربران کتابخانه به شکل رایگان قابل دسترس است. ما کاربران را تشویق می نماییم تا برای رشد و غنای این کتابخانه منابع و داشته های خیش را به کتابخانه اضافه نمایند تا دیگران نیز از این منابع استفاده کنند. اگر منابع باز آموزشی خوبی را با همدیگر شریک سازیم، می توانیم با تلاش اندک نتایج بیشتری به دست آوریم. با کمک همه این کتابخانه می تواند یک منبع غنی از مجموعه های علمی و آموزشی برای معلمین در روستاها که دسترسی محدود به معلومات دارند باشد. در عوض این معلمین می توانند دختران و پسرانی که سزاوار آموزش و پرورش بهتر هستند را درست‌تر و بهتر تدریس کنند. در کتابخانه درخت دانش چه می توانید بیابید؟ 1. منابع آموزشی که برای همگان رایگان و بازند. هر کدام از منابع را که در کتابخانه موجود است می توانید بخوانید، بارگذاری یا دانلود کنید و یا هم چاپ کنید و با دیگران شریک سازید. 2. منابع به زبانهای فارسی دری، پشتو، انگلیسی و سایر زبانهای مردم افغانستان مثل ازبکی، منجی، نورستانی، ساوجی، پشه‌ای و شغنانی. 3. تمام مضامینی که در مکاتب افغانستان تدریس می شود و مجموعه بزرگی از آثار مختلف علمی. 4. منابع به سویه های ابتدایی، متوسطه و عالی و همچنان مواد عمومی آموزشی به سویه های مختلف. 5. امکانات بارگذاری و اضافه نمودن منابع جدید. 6. شیوه آسان برای استفاده، بگذارید برایتان نشان دهیم. اولین گام برای استفاده از کتابخانه ایجاد یک حساب کاربری می باشد. برای ایجاد حساب کاربری در کتابخانه، نخست صفحه براوزر خیش را باز نموده و به وبسایت درخت دانش بروید. بعد از انتخاب زبان دلخواهتان بر روی ثبت نام کلیک کنید. در صفحه بعدی که پس از کلیک ظاهر می شود، نام کاربری و گذرواژه برای خود انتخاب کرده ایمیل آدرس خود را بنویسید. در ادامه سوالات دیگری طرح می شود که باید به آنها پاسخ بدهید و سپس تایید کنید. همین، شما در کتابخانه درخت دانش ثبت نام کردید. حالا آماده استفاده از کتابخانه شوید. وقتی یک کاربر ثبت نام شده هستید، می توانید به آسانی به کتابخانه دسترسی حاصل نمایید. فقط کافی است تا روی کتابخانه که در قسمت بالای صفحه قرار دارد کلیک کنید تا وارد کتابخانه شوید. در دست راست کتابخانه کاتگوری هایی را می بینید که شما را در یافتن مضامین مشخصی که به آن نیاز دارید کمک می کند. شما می توانید مضمون مورد نظر خود را نظر به سویه منبع، مضمون منبع و انواع منبع جستجو کنید. اگر شما عنوان مشخصی را جستجو می کنید، نام عنوان را در پنجره جستجو تایپ کنید و انتر بزنید. در غیر آن نام مضمون را تایپ کنید تا تمام مطالب را که در این مضمون نشر شده اند مشاهده کنید. شما همچنان می توانید واژه کلیدی را در پنجره جستجو تایپ کرده انتر بزنید. وقتی مطلب مورد نظر خود را یافتید، آن را می توانید آنلاین بخونید و یا در کامپیوتر خود دانلود کنید. برای کمک بر رشد و غنای مجموعه منابع، ما از کاربران خیش دعوت می کنیم تا آثار خود را به کتابخانه اضافه کنند. چگونه می توانید یک مضمون را به کتابخانه اضافه کنید؟ وقتی به سیستم داخل شدید، در سمت چپ زیر مینوی بازدید کننده روی گزینه پیشنهاد منبع به کتابخانه کلیک کنید. صفحه دیگری باز می شود که در آنجا می توانید منبع را با ارائه معلومات ضروری مانند عنوان منبع، معرفی مختصر، معلومات نشر و عبارات کلیدی جستجو برای کمک برای سهولت در دسترسی منبع توسط دیگران درج کنید. نکته مهم این است وقتی اثر ایجاد می شود، مثل یک عکس، یک مقاله و یا یک آهنگ، اینها به شکل خودکار توسط قانون حق تألیف یا کپی رایت حفاظت می شوند.
شما هر بار باید از صاحب حق نشر اجازه اشتراک گذاری و یا استفاده دوباره از اثر را داشته باشید، ولو که آن اثر را به شکل رایگان در اینترنت یافته باشید. اما چه باید کرد اگر صاحب اثر بخواهد اجازه دهد همگان از اثر وی استفاده کنند؟ اگر می خواهید مضامین و آثارتان به صورت رایگان در اختیار دیگران قرار گیرد، مجوز کریتیو کامنز می تواند کمک کند. انتخاب مجوز یا لایسنس کریتیو کامنز سهولت را ارائه می کند تا صاحب اثر داشته خیش را تحت مجوز رایگان به نشر بسپارد. در اینجا توضیحات درباره گزینه‌های موجود برای انتخاب مجوز برای مضامینی که در کتابخانه اضافه می‌شوند ارائه می‌کنیم. ما با تعهدی که برای نشر و گسترش منابع باز آموزشی داریم، همیشه ترجیح می‌دهیم منابع و مضامین را به نشر بسپاریم که دارای مجوز باز باشند. منابع باز آموزشی آموزگاران و دانشجویان را قادر می‌سازد در صورتی که اعتباردهی ذکر شده را رعایت کنند، می‌توانند مضامین را نظر به خواست و نیاز خیش دوباره استفاده، تعدیل و یا با نیاز خود منطبق بسازند. انجام این کار با سایر مضامینی که دارای مجوزهای دیگر اند غیر ممکن است. رایگان CC0 دامنه عمومی. این منابع دارای مجوز نبوده و می توانند بدون هیچ نوع محدودیت دوباره استفاده و یا انطباق شوند. CC-BY و یا CC-BY-SA مجوز کریتیو کامنز و یا مجوزهای ارجاع اشتراک همسان. این مجوزها اجازه انطباق و استفاده دوباره آثار را در صورت ارجاع به منبع اصلی می دهد. مجوز اشتراک همسان ایجاب می کند که اثر مشتق شده یا انطباق از منبع دارای مجوز همسان با اثر و یا معادل آن را دارا باشد. CC-BY-NC و یا CC-BY-NC-SA مجوزهای غیر تجاری کریتیو کامنز. این مجوزها انطباق و استفاده دوباره آثار را در صورتی که منظور غیر تجاری باشد و نسخه اصلی اعتباردهی شود اجازه می دهد. همانند بالا، این مجوز ایجاب می کند که اثر مشتق شده یا انطباق از منبع دارای مجوز همسان با اثر و یا معادل آن را دارا باشد. کمتر آزاد CC-BY-ND CC-BY-NC-ND مجوزهای غیر اشتقاقی و یا غیر تجاری. اثرهای تحت این مجوز می توانند دوباره استفاده شوند، ولی به هیچ صورت نمی توانند انطباق شوند. مجوز غیر تجاری غیر اشتقاقی استفاده دوباره به مقاصد تجاری را نیز منع می کند. این آثار نمی توانند ترجمه شوند. با اجازه تکثیر شد. ترجمه اجازه است. این مجوز برای آثاری است که ما اجازه تکثیر و یا ترجمه آن را فقط در وبسایت خیش دریافته ایم. این آثار می توانند در صنوف درسی مورد استفاده قرار بگیرند، ولی نمی توانند اشتراک گذاری شوند و یا به دیگر وبسایت ها منطبق گردند. با اجازه تکثیر شد. ترجمه اجازه نیست. این مجوز برای آثاری است که ما اجازه تکثیر اصل آن را فقط در وبسایت خیش دریافته ایم. این آثار نمی توانند ترجمه شوند. اجازه معطل است. این برچسب برای آثار مطابقت می کند که درخواست اجازه تکثیر آن از صاحب نشر شده، ولی هنوز جواب نرسیده است. این آثار نباید ترجمه شوند و عموماً برای عموم قبل از حل مسئله حق نشر آن قابل دسترسی نیست. ما همچنان گزینه‌های دیگر هم داریم. سایر. این برچسب باید زمان انتخاب شود که وضعیت مجوزدهی اثر با هیچ کدام از تعریف‌های بالا مطابقت نکند. جزئیات مکمل باید در بخش متنی مهیا گردد. مواد تحت حق نشر که اجازه تکثیر آن دادن نشده نباید اضافه گردد. نامعلوم. این برچسب وقت استفاده می گردد که صاحب حق نشر معلوم نباشد و یا کوشش ها در تماس با آنها بدون نتیجه باشد. با برچسب گذاری آثار با گزینه نامعلوم، ما برای صاحبان حق نشر فرصت می دهیم تا با ما در تماس شوند و از نوعیت حق نشر اثر ما را آگاه سازند. فراموش نکنید که در صورت ایجاد تغییرات روی یک منبع، یک پیام تجدید ثبت کنید تا دیگران از تغییراتی که شما انجام داده اید آگاه شوند. حالا که شما کار خیش را تکمیل نموده اید، منبع شما به مسئول بخش محتوای ما برای تصویب نشر ارسال می گردد و بعد از تصویب، منبع تحت نام خود شما در کتابخانه آنلاین درخت دانش به نشر رسیده در معرض استفاده سایرین قرار خواهد گرفت. ابزار دیگری که در کتابخانه می تواند برای شما مفید واقع شود، واژه‌نامه درخت دانش و پیوندها است. واژه‌نامه درخت دانش حاوی اصطلاحات به زبان‌های انگلیسی، فارسی و پشتو است که نظر به مضمون مربوط طبقه بندی شده اند.
در صورتی که شما به معنی اصطلاحی نیاز دارید، می توانید به واژه‌نامه درخت دانش مراجعه کنید. برای باز کردن واژه‌نامه صفحه خانه را باز کنید، به پایین صفحه بروید و یا مستقیم روی این لینک کلیک کنید. در صفحه پیوندها یا لینک ها ما فهرست از سایر پایگاه های اینترنتی مثل کتابخانه های آنلاین، مجموعه ویدیوها و دیگر منابع آموزشی را گذاشته ایم که ممکن است برای شما مفید واقع شوند. امیدواریم کتابخانه درخت دانش را یک منبع مفید برای استفاده در صنوف و یک همکار برای آماده کردن مواد بهتر آموزشی و من حیث یک منبع مؤثر در پلانگذاری دروس خیش یافته باشید. ما همواره از نظریات و پیشنهادهایتان استقبال میکنیم و امیدواریم که با همکاری متقابل بتوانیم یک نظام توانمند تعلیمی در افغانستان ایجاد کنیم.